به و یاد عزت مطالع با عرض سلام من احمد شایب صدیقی هستم و شما را به برنامه آغاز روز از آریانا نیوز خوش آمدید میگم در این برنامه تا دو ساعت دیگر بعد تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان منطقه و جهان و همچنان بحث و بررسی و تحلیل موضوعات مختلف با آگاهان امور در رابطه با موضوعات مختلف و مهم میپردازیم در بخش اول برنامه آغاز روز میپردازیم به پایگاه های خبری. تازه خبرهایی که در خبرگزاری های افغانستان و جهان برش رسیده است. نخواست از خبرگزاری آریانا نیوز آغاز میکنیم. نیروهای امنیتی افغان توان مهار کردن تمام دشمنان کشور را به هر نامی که باشند دارند نیروهای امنیتی افغانستان با انگیزه فراتر از گذشته به انجام عملیات نظامی در بهار پیشرو آمادگی می گیرند وزارت امور داخله می گوید نیروهای امنیتی در تمام عملیات نظامی پیروز بوده اند و اکنون برای انجام عملیات بهاری آماده شده اند تا زمانی که جنایتکاران محاکمه نشوند افغانستان به صلح و ثبات دست پیدا نمی کند حزب همبستگی افغانستان با راه اندازی حرکت مدنی روزهای هفت و هشت سور را به عنوان داغهای ننگ تاریخ یاد کردند و خواستار محاکمه جنایتکاران این درست شدند اعضای این حزب وضعیت کنونی را ناشی از رویدادهای هفتم و هشتم سور میدانند برای سرکوب مخالفان مسلح دولت استفاده از هر گونه امکانات را روی دست گرفته است نظامیان افغانستان در ولایت بغلان پیش از اینکه طالبان حملاتشان را آغاز کنند آماده شده تا برای سرکوب مخالفان مسلح دولت هر گونه امکانات نظامی را به کار برند داعش تا پایان سال جاری به یک تهدید بزرگ برای افغانستان مبدل خواهد شد وزیر خارجه روسیه به تازگی گفته است داعش در حال سربازگیری بیشتر برای تقویت صفوف این گروه است و در خاک افغانستان چهار مرکز تنظیم و آموزش را ایجاد کردند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید تندروان داعش نمیخواهند با طالبان وارد جنگ شوند زیرا با هم مصممند که حکومت را بگیرند و حال جزئیات بیشتر خبر از خبرگزاری آریانا نیوز نیروهای امنیتی افغان توان مهار کردن تمام دشمنان کشور را به هر نامی که باشند دارند نیروهای امنیتی افغانستان با انگیزه فراتر از گذشته به انجام عملیات نظامی در بهار پیشرو آمادگی می گیرند. وزارت امور داخله می گوید نیروهای امنیتی در تمام عملیات نظامی پیروز بودند و اکنون برای انجام عملیات بهاری آماده شده اند. آنها هشدار میدهند کسانی که ام، امنیت افغانستان را برهم میزنند و برای کشورهای خارجی جاسوسی می کنند در افغانستان جا ندارند و نیروهای امنیتی آنان را از پا در خواهند آورد صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله می گوید ما برای فصل جدید عملیات نظامی را در بهار پیش رو راه می کنیم و همکنون در ولایت هلمند ادامه دارد در ولایت غزی قرار است شروع شود بدخشان و همین گونه در تمام ولایت های کشور این عملیات ادامه می یابد به گفته وی عملیات نظامی که در بهار پیشرو در سراسر کشور انجام می شود پاسخ سخت به مخالفان مسلح دولت خواهد بود و به فعالیت این گروه در بسیاری از ولایت های کشور پایان خواهد داد از سوی دیگر برخی از اعضای ولس می گویند که دشمن مسیر جنگ را در افغانستان تغییر داده و توجه آنان از جنوب به شمال کشور بیشتر شده است با گفته آنان اگر نیروهای امنیتی واکنش به موقع نداشته باشند شماری از ولایت های شمال و شمال شرق به دست طالبان خواهد افتاد صفی الله مسلم عضو ولسی جرگه میگوید حالا دیده می شود که تعداد مخالفان افزایش یافته و بیشتر فوکسشان سمت شمال و شمال شرق است اگر نیروهای امنیتی مثل سالهای گذشته عمل کنند شاید بیشتر ولایت های شمال و شمال شرق سقوط کنند وزارت داخله از مردم افغانستان میخواهد تا برای مهارسازی فعالیت های طالبان مسلح و جلوگیری از حملات این گروه با نیروهای امنیتی کشور همکاری کنند و حال مرور داریم بر خبرگزاری رادیو آزادی هند از نقش چین در تلاش های صلح افغانستان حمایت می کند. مقامات هندی میگویند از نقش چین در تلاش های صلح افغانستان حمایت می کنند زیرا به گفته آنها چین را میداند که صلح افغانستان بالای ثبات منطقه تاثیر گذار است سفیر هند در کابل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت پروسه صلح افغانستان باید به شکل به پیش برود که دستاوردهای 13 سال گذشته حفظ شود این بیانات در حال ایراد شده است که گفته بشود هند در جریان دیدار آینده رئیس جمهور از آن کشور چانس آن را خواهد داشت که فرصت های از دست داشته اش را در منطقه دوباره به دست آورد مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان و چندین موضوع دیگر مهم مربوط به افغانستان حالا به یک بحث مورد رقابت بین کشورهای منطقه مبدل شده است در حالی که گفته می شود رئیس جمهور فیلی افغانستان نسبت به حکومت قبلی در مسائل مربوط به صلح و سرمایه های اقتصادی تعهدات چین و پاکستان را به دست آورده است این نظریات هم وجود دارد که گویا هند میدان را برای رقیبانش چین و پاکستان باخته است اما سفیر هند در کابل در صحبت با رادیو آزادی میگوید کشورش از نقش چین در مذاکرات صلح با طالبان حمایت می کند زیرا به گفته وی چین این را میداند که ثبات در منطقه با مشکلات امنیتی در افغانستان وابستگی دارد امر سنا سفیر هند در کابل با رادیو آزادی گفت فکر می کنم تلاش های صلح کاملا درست است آنها در این بخش نه تنها از پاکستان بلکه از متحدین پاکستان مثل عربستان سعودی چین و دیگران هم کمک خواستند ما از نقشه که چین دارد حمایت می کنیم زیرا ما می دانیم و چین هم میداند که اوزای جاری افغانستان می تواند بر تمام منطقه تاثیر بگذارد افغانستان میدان جنگ است و این مسئله می تواند بالای تمام منطقه تاثیر داشته باشد تنها مسئله سیاسی نه بلکه روابط اقتصادی مخصوصا قراردادهای اخیر بین چین و پاکستان و ایجاد دهلیز اقتصادی میان دو کشور هم از موارد ان که نشان بدهد شاید, شاید هند در مورد از دست دادن موقفش در جنوب آسیا نگرانی های داشته باشد سفر هفته آینده رئیس جمهور غنی به هند به حیث امکان دیده می شود که شاید دهلی جدید بتواند از طریق آن فرصت های از دست دفترش را دوباره به دست آورده و موقفش را دوباره دریابد قرار است جمهور غنی به تاریخ 27 و 28 ماه اپریل در کنار ملاقات با مقامات دیگر ارشد هندی با نرند را مودی صدر آن کشور ملاقات کند آقای غنی قبل از این به عربستان چین پاکستان و آمریکا سفرهایی داشت سفیر هند در کابل بر رادیو آزادی گفت رهبران هند و افغانستان روی مسائل سیاسی اقتصادی و امنیتی صحبت خواهند کرد بندر چابهار که یک راه ترانزیتی بین هند افغانستان و ایران می باشد موضوعی است که به گفته مقامات شاید در این سفر غنی به هند روی جزئیات آن بحث شود امر سنا می گوید هند مایل است به پیمان ترانزیتی ابتا به پیوندت وی می گوید هند پیشنهادش را در این مورد چند روز پیش به حکومت افغانستان سپرد و شاید این پیشنهاد به اسلام آباد تهران و دوشنبه هم فرستاده شود ولی قبل از این وزیر تجارت پاکستان به افغان ها گفته بود هند تا زمان در پیمان ترانزیتی ابتاش شریک شده نمیتواند که روابطش با پاکستان خوب شود و حال مرور داریم بر خبرگزاری صدای آمریکا. شیوه جدید جنگ طالبان استخدام گروه های جنایتکار استخدام جنایتکاران از سوی طالبان به منظور کشتن افراد پلیس پیشینه نداشته و به توان چالش تازه در برابر حکومت افغانستان باشد واشنگتن فعالیت داعش در افغانستان را بررسی می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که شواهد مبنی بر حضور عملیاتی گروه دولت اسلامی در افغانستان وجود ندارد. آقای علومی گفته ازم ما بالاتر از ازم طالبان است. وزیر داخله افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان آمادگی کامل برای دفع عملیات بهار طالبان دارد و رئیس جمهور غنی شیوه جنگ در افغانستان تغییر کرده رئیس جمهور اشرف غنی میگوید کسانی که فکر میکنند با کشتن زنان و اطفال دولت افغانستان را سرنگون کنند این کار ناممکن است و حال جزئیات بیشتر خبر از خبرگزاری صدای آمریکا آقای علومی گفته ازم ما بالاتر از ازم طالبان است یک روز پیش از آغاز عملیات بهاری طالبان که به آن ازم نام دادند وزیر داخلی افغانستان از آمادگی کامل نیروهای امنیتی افغان برای پاسخگویی به آن خبر داد نورالحق علومی گفت ازم ما بالاتر از ازم آنهاست آقای علومی همچنان گفت که توانمندی های نیروهای افغان صد برابر بیشتر از طالبان است وزیر داخلی افغانستان هشدار داد که چنین پلان های را روی دست داریم که پیش از آنها که اینها زیان برسانند خودشان را به خاک می کشانیم. این اظهارات در حال بیان می گردد که طالبان گفتند که در عملیات بهاریشان پایگاه های نیروهای افغان و خارجی و منصوبین امنیتی افغانستان را هدف حملات پیهم قرار خواهند داد وزیر داخله افغانستان گفت که نیروهای افغان از نظر تسلیحات تجهیزات و تکنیک مهاربایی در وضعیت خوب قرار دارند و هر تهدید طالبان را دفع خواهند کرد طرفین درگیر در افغانستان در حال برای جنگ های بیشتر اظهار آمادگی می کنند که سازمان ملل متحد از افزایش شمار تلفات غیرنظامیان در منازعات مسلحانه هشدار داده است غیرنظامیان بیشتر در جنگ های زمینی میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب و انفجار بم های کنار جاده کشته و زخمی می شوند و حال مرور داریم بر خبرگزاری بی بی سی فارسی پانزده شورشی در شمال افغانستان کشته شدند وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که در جریان درگیری بین نیروهای پلیس و شورشیان در ولایت شمالی قندوز دست کم 15 شورشی و دو مامور پلیس کشته شدند بیشتر گروه طالبان از آغاز عملیات بهاری علیه نیروهای دولتی خبر داده بود دو گروگان در عملیات نیروهای آمریکایی در مرز افغانستان و پاکستان کشته شدند کاخ سفید میگوید دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی در عملیات ضد تروریسم آمریکا در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان در ماه جنوری امسال کشته شدند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که دو گروگان به طور تصادفی کشته شدند طالبان با شروع حملات بهاری خود چهار موشک به شهر غزنی شلیک کردند مقام های ولایت غزنی در جنوب افغانستان تایید کردند که طالبان چهار موشک به شهر غزنی مرکز ولایت شلیک کردند معاون والی غزنی گفته که حملات موشکی تلفات در پی نداشته اما گروه طالبان آن را بخشی از عملیات بهاری خود خوانده و از تلفات آن خبر داده است و حال جزئیات بیشتر خبر از بی بی سی فارسیم. دو گروگان در عملیات نیروهای آمریکایی در مرز افغانستان و پاکستان کشته شدند. کاخ سفید میگوید دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی در عملیات ضد تروریسم در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان در ماه جنوری امسال کشته شدند. کاخ سفید در بیانیه با اعلام این خبر تأسف شدید خود را از مرگ این دو گروگان ابراز کرده است. وارن وینستن آمریکایی و جنوالی لوپورتو ایتالیایی از چند سال پیش در دست القاعده بودند آقای واینستن هفتاد سال داشت و در سال 2011 از خانهش در لاهور پاکستان روبوده شد او به مدت هفت سال در پاکستان زندگی کرده بود و عمدتا در طرحهای توسعه اقتصادی فعال بود آدم گودان که زمان سخنگوی گروه القاعده محسوب می شد در این عملیات کشته شده است جوانی لوپورتو 39 ساله و در سال 2012 دو از شهر ملتان در پاکستان رو بوده شد و برای یک سازمان امدادرسان بین المللی کار می کرد یک یعنی مقام امنیتی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این دو گروگان در حمله هواپیمای بدون سرنشین به موضع القاعده در مرز افغانستان و پاکستان کشته شدند کاخ سفید در بیانیه خود گفته است که دو آمریکایی نیز که اعضای القاعده بودن در این حمله کشته شدند یکی از این افراد آدم بوده که زمان سخنگوی گروه القاعده محسوب می شد بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی به طور تصادفی در این عملیات کشته شدند آقای اوباما بابت مرگ این دو فرد ابراز تاثر کرده است و گفت نیروهای آمریکایی با, با این باور عملیات خود را شروع کردند که در منطقه مورد حمله نیروهای آمریکایی هیچ شهروند غیر نظامی حضور ندارد اما پیکارجویان گروگان‌ها را در این محل مخفی کرده بودند رئیس جمهوری آمریکا گفته است مسئولیت این عملیات به عهده اوست آقای اوباما گفته است که عملیات در تطابق با پروتکل های عملیات ضد تروریسم کاخ سفید صورت گرفته است همسر آقای وینستن با صدور بیانیه افراد گروگانگیر را مسئول نهایی مرگ شوهرش دانست است و با قدردانی از برخی نمایندگان کنگره و مقامات پلیس فدرال آمریکا از همکاری نامناسب و ناکافی عناصری از دولت آمریکا در این پرونده انتقاد کرده است کاخ سفید گفته است بابت اشتباهی که در انجام این عملیات پیش آمده به خانواده های دو گروگان غرامت می پردازد. های پایگاه های خبری در همینجا با پایین رسید در ادامه آغاز روز همراهی من کنید. برنامه خدا و با عرض سلام بر شما به برنامه آغاز روز با من پیرس ابراهیمی خوش آمدیم و در این بخش برنامه هم قسم معمول بحث داریم با آقای تمیم ازغری اوز و نعیم ازغری مسئول برنامه های فیفا که گزارشی داشتند در مورد این که بنیاد انتخابات آزاد و عدالت افغانستان از جامعه جهانی خواسته که رهبران حکومت وحدت ملی را برای آوردن اصلاحات جرف در نظام انتخاباتی با ترغیب بکنن و همچنین گفتند که در بیشتری از موارد به صورت عمدی از قوانین انتخاباتی نقص شده بیشتر صحبت میکنیم در این راست داخل خوش آمدین آقای از با تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین شما گزارش هم داشتین در مورد اشاره کردین در گزارشتان که از سوی ریاست اجرایی و همچنان از سوی جمهور انتخابات نظام اصلاحات انتخاباتی به گرفته شده و همچنان در مورد نقص قانون اساسی هم صحبت کردین در نخست جزئیات بیشتر در مورد که شما ارائه کردین میشه داشته باشه تشکر سلام خدمت شما و شما, شما. البته گزارش که از انتخابات 93 فیفا گزارش تحلیل کامده کرده بود تقریبا دو ماه پیش این گزارش رسما بر ریاست اجرایی و ریاست جمهوری و همچنین کمیسیون انتخابات قبلا ارائه کرد البته در روز قبل ما خواستیم سر جزئیات چون انتخاباتی در راه است سر جزئیات از این گزارش بر رسانه‌ها هم معلومات بدیم که بر مبنای از این گزارشات ما که البته بیشتر سر تحلیلی که ما داشتیم سی, سی و شش مورد قوانین در انتخابات که شامل قانون اساسی قانون انتخابات و قانون تشکیل و ضعیف صلاحیت از طرف هر دو کمیسیون ها نقص شده و در پاره از مدیریت انتخابات مشکلات و چالشهایی رو خود داشته در قسمت بندی نتایج متاسفانه مدیریت ضعیف و همچنان مدیریت غلط نتایج انتخابات قسمی که باید می بود اونا مدیریت کرده نتاستن که مثال های زنده از ما داریم که به طور مثال میشه که چند مثالی از مدیریت غلط در جمعوری نتایج بگوییم که مثلا ما سی یک ولایت نتایج شد وقتی که مورد بررسی قرار دادیم در دور اول انتخابات دیدیم که در او تقریبا 934 محل نتایج انتخابات ریاست جمهوری هیلان شده اما در محل در 31 ولایت اصلا نتایج بر انتخابات شورای ولایتی که در اینجا بود اعلان نشد و همچنان 545 محل نتایج انتخابات شورای ولایتی اعلان شده در می ولایت و از ریاست جمهوری در وجود نتایج وجود نداشته در مرکز جمهوری بندی نتایج کی ای یافته ما و ای تحلیل ما هی را می رسانه که نتنایی که تقلبات در محلات صورت گرفته برکه وقتی که نتایج در مرکز جمهوری، نتایج در, در کابل در مرکز دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات آمده در ایجا هم یک سلسله درس ها در نتایج آرا صورت گرفته که بعض آرا مکمل در سیستم داخل نشده و بعض آرا از سیستم بیرون شده و تا بعض آرا متفاوت از چیزی که از یافتهای ما نشان میده که در محلات نتایج جدول نتایج چیز دیگه نشان میده اما در وقتی که اعلان کرد در مرکز جمهوری نتایج چیز دیگه را که خود از این میرسونه که خب نتایج انتخابات دور دوم ما نتونستیم تحلیل خود داشتیم برای اصلا هیچ معلومات در رابطه به نتایج دور دو و پروسه تفتیش کمیسیون انتخابات نه در وبسایت خود داشته و نه بر مردم افغانستان حتی بر نهادهایی که زیر رب در این رابطه کلا معلومات دادن اما دور اول اون چالش ها و مشکلات خود داشت که متاسفانه انتخابات بالاخره به بند بست رفت حالا آقای از با توجه به با مشکلات که شما هم در گزارش اشاره کردین از نقض قانون هم اشاره کردین حالا با توجه اینکه هر دو طرف هم رئیس اجرایه و هم رئیس جمهور تاکید داشتن که در صورت که آغاز به کار بکنن اولین کارشان اصلاحات نظام انتخاباتی است ولی واقعا چرا شاهد این اصلاحات تا جای کار نیستیم بیشتر از هفت ماه میگذره ولی هیچ کار اساسی در مورد اینکه واقعا اصلاحات در نظام انتخاباتی به وجود بیاد شاهدش نبودیم ببینید دلیل اساسی که اصلاحات در نظام انتخاباتی نامده ای است که اختلافات بین دو تیم متاسفانه حکومت که تشکیل شده حکومت وحدت ملی که مردم افغانستان من یک یک نظام از هر دوی از این تیم توقع داشتن که بر مردم خدمت خدمات کنه و چون این نظام بر مب، مبنای مشروعیت شو توافقات سیاسی است نه نتیجه انتخابات بنان وقتی که این نظام امو توافقات سیاسی را که تمام تمام مواد دو تیم توافق کردن قدم به قدم تطبیق نکنند مبنای مشروعیت از او البته ختم میشه یعنی مشروعیت نظام زیر سوال میره که یکی از او تعهداتی که در این توافقات نه تنها بر مردم افغانستان داشته بلکه بر جامعه جهانی هم داشته که امو اصلاحات انتخاباتی که در سر خط اجندایشان باید می بود کنت در خلال 8 ماه این تاخیرها به وجود آمد با وجودی که در آغاز ما مجالس با هر دو تیم هم با معاونین دوم رئیس جمهور رئیس بجرایه و همچنان با مشاور حقوقی و تیمای تکنیکی هر دو داشتیم اونا بیشتر مسئولیت رئیس جمهور و رئیس اجرایه را در رابطه بیشتر مصروف در رئیس جمهور میگفت سر مسائل تشکیل کابینه و بالاخره پروسه سال مصروف هستند سر کمیسیون اصلاحات وقت پیدا نمی کند دلایل چون اما ما دیدیم که وقت هنوز هم پروسه سال هیچ به او ورداشته نشد و همچنان کابینه در وقتی که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را در اول اعلان کردند تشکیل کردند در وقت هم کابینه تشکیل نشده بود که این گپ ها به این مفهوم بود که اصلا بانه بود که به خاطر تاخیر انداختن ای روند اینا میتراشیدند اما تا جایی که ما تحلیل هایی که داشتیم و گفتار که مردم افغانستان هم از طریق سخنگوی های اردو تیم بشنوه متاسفانه اردو تیم تعبیر مختلف از اصلاحات انتخاباتی دارند اصلاحات انتخاباتی برای یک تیم متاسفانه تعریف دیگه موارد دیگه است و برای تیم دیگه موارد دیگه است یک آنگی دیگر وجود ندارد و در صورت که ترکیب از کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم بیشتر از افراد مربوط بر دو تیم است حال ما تجاربی که از دوره تفتیش داشتیم و انتخابات داشتیم دیده میشه که اگر این ای کمیسیون باز هم به با کار خود شروع کنه که تا حال نکرده تا رئیس رئیس هم اختلافات وجود داره اگر به کار شروع کنه باز هم در آخر کار از کمیسیون بالاخره یک تیم تا اصلاحات خاص را میخواد تیم دیگه هم اصلاحات خاص دیگه را و بالاخره در آخر تفاهم یعنی تفاهم سر اصلاحات واید بسیار مشکل است که باز هم این پروسه ممکن به بنبست موجه شد و یا ای که اصلاحات بنیادین قسمی که در فرمان ذکر شده و قسمی که در تعهدات گفته شده به میان نخواهد آورد تنها یک اصلاحات سمبولیکه که باز هم مشاهد یک انتخابات خوب نخواهد بود با توجه به اینکه آقای ظریف بیشتر مردم هم خواهان اصلاح نظام انتخاباتی هستند ما انتخابات پارلمانی را در پیش رو داریم و این هم میتونه که اگر واقعا اصلاحات به وجود نیا میتونه که مشکل ساز باشه و مردم دیگر اعتبار نکنند برای ما پای صندوق های رای و رای بتن حالا با این توجه چقدر واقعا نیاز بود که در ترکیب این کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید افراد می آمدن که چهره های بی‌طرف می بودن واقعا تعهد می داشتن واقعا کسایی بودن که مردم به اونا اعتماد میکردن که اینا هیچ از هیچ طرف نیستن و مشخصا افراد مستقلی هستن و واقعا میتونن که کار نمادینی را شایدش باشیم در این راستا ببینید در خود فرمان هم یکی از موارد که دو فرمان ذکر شده این فرمان 68 که رئیس جمهور در رابطه با کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود گفته که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با بی‌طرفی و مسلکی بله. کامل بررسی خود انجام می و پیشنهادات خود برای ریاست جمهوری رئیس جمهور برای تطبیق اصلاحات انتخاباتی نظام انتخاباتی کار بکنن ببینین اول ساختار ای که ای کمیسیون معرفی شد با نفس طرفی مغایرت داره در صورت که افراد بیشتر وابسته بر دو تیم باشه پس چیگونه بیتوانه بیترفانه سوال هم همین درست آقای از غری که چیگونه میشه وقتی که افراد وابسته بر با دو طرف هستن وقیل ما شاید یک نظام اصلاحاتی انتخاباتی باشیم شایدش باشیم بلکل واضح است که نه ما نمیتونیم چرا که خود مواد می خود فرمان هم در تناقص است با ساختار در تناقض هست و از طرف دیگر سر مسلکی بودن بیشتر تاکید کرد در حالی که حضور اشخاص مسلکی بسیار کم در کمیسیون دیده میشه که متاسفانه اشخاص مسلکی هم کسایی هستند که تا جایی که ما دیده در فرمان شیوه کاری یا کارشیوه که برای بله. کمیسیون در مد نظر گرفته شده این کارشی و قسمی است که این کمیسیون باید بررسی های خود بدون از اینکه با مردم شریک بسازه بدون از اینکه علنی باشه تا و تا تا زمانی که سر امو پیشنهادات تصمیم نمیگرند اونا هیچ موارد را با نه ها نه با جوانب زی دخل نه با مردم افغانستان شریک میسازه این جلساتشون چون سری است و در پلی ازو از گفتن که دیدگاه های سیاسی و جامعه مدنی و سایر نهادهای زی اونا به نظر خاط گرفتن وقتی که در صورت که ترکیب از این کمیسیون بیشتر سیاسی از هر دو تیم باشه و هم علنی نباشه که مردم در باشه نشفاف نباشه پس مردم چگونه اعتماد کنه یک دلیل که اصلاحات انتخاباتی در دفعه در توافقات سیاسی در صدر آجندا و جامعه جهانی بسیار سرزی تاکید داشت و حکومت وحدت ملی هم تعود کرد بر مردم اقوستان و جامعه جهانی یک یکی از دلایلش بود که نظام انتخاباتی و یقین که بزنش. مشکل داره و در دلیل دوم شیست که اعتماد مردم بروند انتخابات به بر نهادهای انتخاباتی و همچنان در مجموع در بر نظام انتخاباتی صدمه دیده باید سی اعتماد ایجا وقتی که ای اصلاحات در خفا انجام شود و بالاخر در آخر یک ده بیست پیشنهاد بر رئیس جمهور پیش و رئیس جمهور خودش تصمیم بگیره که اصلاحات بیاره یا نبیره به شکل نمادین یا سمبولیکش و ای اصلاحات بیاره در باز هم برای مردم امو اعتماد که باید از احیا شود احیا نمیشه که متاسفانه ما ممکن شاید یک انتخابات که با حضور گسترده قسمی که در انتخابات 93 مردم حضور پیدا ما شاید با شاید انتخابات نباشیم حالا شما و مشخصا فیفا چه نظریاتی داشتن چه پیشنهاداتی داشتن در قبال این که واقعا اصلاحات جدی در نظام انتخاباتی به وجود بیاید و این پیشنهادات اگر شما داشتین مد نظر گرفته شده البته قبل از اینکه کمیسیون ایجاد شد ما سر ترکیب و کارکرد کمیسیون هم طرحهای بر دو تیم را که تای مجالس متعدده که ما داشتیم که یکی از اون مواردی بود که کمیسیون بیشتر کوشش شود که تخصصی و مسلکی باشه افراد بی‌طرف دیدگاه ما این نبود که ما بگوییم که حتما از نهادهای ما اشخاص باشه اشخاص متخصص در انتخابات قبلا از کارکنان کمیسیون های انتخاباتی بوده که فعلا در ترکیب مثلا آقای یاکفی یکی از کمیشنرای کمیسیون شکایت قبلا بوده که یک شخص متخصص است که آدم خوب و به می ترتیب اشخاص دیگر هم وجود داشت که در دا ترکیب از کمیسیون یکی از موارد بود مورد دیگه که در رئیس کمیسیون بود ما پیشنهاد مایی بود که این کمیسیون وقتی که معرفی میشه 10 یا 15 نفر در بین خود چون انتخابات یک یک از مال فای دموکراسی است و یک و یک روند دموکراتیک است اصلاحات انتخاباتی هم باید باید تمام کارکردهایش دموکراتیک باشه بله. این به این معنا که ای از وقتی که معرفی میشه در بین خود انتخابات میکند رئیس معاون و منشی های خود همی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین میکند تا که رئیس کمیسیون معاونش و همچنان امو آیتی که در رأس کمیسیون هستد جوابگو به خود کمیسیون بودن و یک کار تیمی صورت میگرفت آله اول خو ای که خود کمیسیون بیشتر امو اشخاص مسلکی حضورشان کمتر است در یکی موضوع موضوع دیگه که رئیس از کمیسیون و معاون و منشی هایش از طرف رئیس جمهور معرفی میشه که اون ما فکر میکنیم ولی که هر شخص که در اوجا تعیین کنند بیشتر او جواب به رئیس جمهور خواد بود تا به کمیسیون و بر مردم افغانستان که خودش از مشکلاتش بود و چیز دیگه موضوع دیگه که بود این بود که پیشنهاد ما که ای کمیسیون وقتی کار کرده خود میکنه بیشتر در مشوره با نهادهایی که در راستا کار کرده البته پیشنهادات از این نهادها ها رو من نظر گرفته و هم ورای نها حاضر هستند مشوره های خود به ای کمیسیون داشته باشه و جلسات وقتا فوقتا از طریق رسانه ها و مردم افغانستان در راستای کارهای خود با خبر که متاسفانه همین سه مورد پیشنهاده اونها مد نظر نگرفتن و این به این مفهوم است که اونا اصلاحات را که میخوان اصلاحات بنیادی برای نظام انتخاباتی نه بلکه اصلاحات است که اردو تیم خانه ازی هستند که نفر در انتخابات هاینده ها برای خود داشته باشند یعنی هنوز هم تعهد کامل وجود نداره که واقعا بخوان هر طرف اصلاحات جدی را در نظام انتخاباتی به وجود بیارن خب البته نظر به کارهای کردن واضح است که تعهد جدی بر اصلاحات بنیادی که ضرورت نظام انتخاباتی ما استک، سر از کار صورت بگیره حالا آقای از غریب بس بس سر اصلاحات در نظام انتخاباتی است وقتی مشخصا از اصلاحات در نظام انتخاباتی صحبت میشه بنا ان یک بخشش هم میگرده به مردم و اعتماد سازی که دوباره مردم روحیه بگیرن و یک نوع اعتماد به وجود بیاد بنا ان فکر میکنین که حالا اختلافاتی که بر سر هر دو طرف بر سر رئیس این کمیسیون وجود داره و بعض اختلافات دیگه ای که وجود داره واقعا فکر میکنین که چقدر نیاز است که این اختلافات باید دور گذاشته شود و اقدام جدی صورت بگیره که یک نوع اعتماد سازی هم بالای مردم صورت بگیره ولی بالای مردم هم باید بیشتر کار شود که مردم روحیه را که از دست دادن در انتخابات باید دوباره اون روحیه را به دست بیارن و فکر میکنه که چقدر نیاز است که روی این مسئله به کار شود ببینید یک انتخابات وقت، وقتی به بحران میره که شفاف کار نشه واضح است که انتخابات در تمام کشورها مشکلات خود داره وقتی که شفافیت وجود نداشته باشه صداقت در 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 انتخابات وجود نداشته واضح است که هم اعتماد مردم از بین میره چون شفاف نمیشه پرسه حال وقت از این رسیده که حکومت وحدت ملی اردو دو تیم برازی که مردم افغانستان دیگه همو تجارب 15 سال خوده یا دو نهاد ملی که کمیسیون های انتخاباتی است و برشان به ارزش و به اعتبار نشه خوب است که همو اختلافات ذات البینی خود کنار گذاشته صرف تاکیدشان سر نمو اصلاحات باشه که واقعا خوب خودشان هم در جریان روند انتخابات بود میدانند زوایای تاریک انتخابات گذاشته را و بیشتر اگر این خوب است که پیشنهادات نهادهای به طرف ملی و بین المللی را در رابطه با اصلاحات انتخاباتی یا بگیرند بالای از او تحقیقات و بررسی خود انجام بده بر مبنای او اصلاحات بره اگر اونا باز هم اختلافات سر دید تفاوت دیدگاهها ها اصلاحات بین دو تیم وجود داشته باشه و یا اصلاحات از دید تیم خود ببینند در صورت ما واضح است که ما شاید اول اصلاحات بنیادی نیستیم و دومی که شاید از این نیستیم که نخواد بودیم در انتخابات هاینده که مردم افغانستان با موش و اروشف به پای های رای برد و اگر اصلاحات به شکل نمادین باشه و بنیادی نباشه ما بحران بدتر از انتخابات 93 را در انتخابات پارلمانی خواهد داشتیم چرا که انتخابات ریاست جمهوری تمام افغانستان یک اوزه بود و مشکلاتش در نتیجه تفتیش یارا و توافق سیاسی حل شد بین دو نفر اما اگر در انتخابات ولیسی جرگک 34 ولایت اوزه های انتخاباتی مختلف است و همچنان در انتخابات ولسوالی که تقریبا 364 ولسوالی تا اگر امرای نوایی بسنجیم تقریبا در حدود نزدیک به 400 اوزه انتخاباتی میشه که اگر این جنجال ها در 400 اوزه انتخاباتی یا در 34 اوزه ولایتی رخ بده باز کنترل از یه مشکل است و بحران از یا مشکل است و در او صورت بین چند کاندید در یک ولایت تفاهم کردن هم کار آسان نیست که بحران بحران خطرناکتر است که امیدوار هستم با درک اینمی مسئولیت که مسئولیت هر دو تیم است یعنی حکومت ولایت ملی است که از اینکه جلوگیری این پیش از پیش جلوگیری از بحران شود خوب است که اصلاحات انتخاباتی را یک دیده یک وجیبه ملی بگنن تا منافع شخصی یا گروهی خود حالا زمانی که از اصلاحات در این نظام انتخاباتی صحبت میشه از دید شما از دید نهاد فیفا باید چه اصلاحات واقعا در این انت... در, 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 نظام انتخاباتی به وجود بیاید در کدام موارد باید بیشتر توجه شود که در اون موارد باید بیشتر اصلاحات به وجود بیاید البته ما بینیم که قوانین ما هم مشکلات خود داره که ما پیشتر گفتیم 36 مورد وقتی نقض شد تماما نزی بعض مواردش عمدن نقض شد بعض مواردش تفسیرهای نامطمئن بود چون قوانین وزارت‌های خودن داشت کمیسیون ها به زعم خود تفسیرهای خود کردن و اجرا کردن که مدرس رو قوانین نقض شد در قوانین هم مشکلات خود داره که باید س... چه چی شود در ساختارها در سطح رهبری کمیسیون انتخابات در سطح دارشای کمیسیون انتخابات هم در سطح دفاتر ولایتی کمیسیون یک بررسی جدی نیاز است تا که اصلاحات بوجود وجود و همچنان در پالیسی ها و طرز العمل که برای جلوگیری از تقلب است در رو هم بازنگری صورت بگیرد تا ای که بتانیم ما یک اصلاحات بنیادی نداشته که البته در این راستا متاسفانه گام را که باید می قبلا از تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ببینیم کمیسیون شکایت انتخاباتی 11 هزار کارمند کمیسیون انتخابات که به تقلب دست داشتن واضح است که بر مبنای اسناد و شواهد اونا را اما هیچ نو اقدامی در رابطه صورت نگرفت متاسفانه هیچ سخنی از طرف حکومت ولایت ملی با وجود نام از طرف کمیسیون انتخابات ما این کارمندا رو در موردش چی کردیم حداقل لیست از یاد وبسایت موجود می بود که اینا از کمیسیون اس شدن یا خیر قسمه که در دور اول انتخابات 5000 کارمند کمیسیون گفتند به تقلب بود و در دور دوم مورد تبدیل کردیم اما اما هیچ فرد دا وقت معرفی نکردن که کی در تقلب دا دست داشت و ما چه قسم اونا پس کردیم و چه کی را آوردیم. کی خودش ابهامات است که متاسفانه به ای که سوال از که در ذهن مردم افغانستان هم هست یکی از شورای اساسی هر دو طرف اقای غنی و به خصوص رئیس اجرایه همی بود که اولین کار و اولین اقدامشان اصلاح نظام انتخاباتی بلد هست بلد که در این راستا جدی کار میکنن و مردم هم خیلی اعتماد پیدا کردن خیلی خوشبین شدن که واقعا تعهدی که میکنن حتما بهش عمل میکنن ولی آهسته آهسته که این تعهدها و این حرفا دیگر زیاد صداش بلند نشد و حرفی ازش گفته نشد حالا فکر میکنید که چرا چه دلیل واقعا اینا نمیخوان که اقدام جدی بکنن و زمانی که از اصلاحات انتخاباتی صحبت میشه یک نوع رفتار صورت میگیره و حرفای صورت میگیره زد نقیض صورت میگیره که آدم نمیتونه واقعا اطمینان بکنه که در نظام انتخاباتی واقعا اصلاحاتی که باید به وجود به وجود خواهد آمد البته میتونیم بگوییم که یک ارادی سیاسی کار است یعنی اصلاحات انتخاباتی با وجود که یک پروسه تکنیکی و مسلکی است یک اراده سیاسی نیاز دارد که اصلاحات بره که متاسفانه از عملکردهای های حکومت وحدت ملی اردو تیم تا حال که در رابطه با اصلاحات انتخاباتی کردن واضح معلوم میشه که یعنی اراده سیاسی بر اصلاحات جرف وجود نداره بنابراین مردم افغانستان اگر به می منوال اونا سر اصلاحات انتخاباتی به توجه باشند اعتمادشان در از تجارب 15 ساله که برای دموکراسی و انتخابات داشت از دست میته و و خدای نخواسته اگر این اصلاحات بنیادی نبه ما شاهد بحران های بعدی خواهد بودیم با وجود که دولت کاری در توافقات سیاسی اصلاحات انتخاباتی بود اما ما میبینیم که اولویت کاری دیگه مسائل است نه تا اصلاحات انتخاباتی و از که من امنیت سال کابینه کل از یا مهم است اما این به این نیست که صرف یک کار ای یک نظام است نظام نمیتونه که صرف سر یک کار تنها فوکس کنه تمام این جهات باید است به نظر گرفته خود بحران انتخابات باعث تشدید جنگ میشه خود بوران انتخابات باعث, باعث, باعث صدمه زدن به اقتصاد میشه تماما مسائل تاثیرگذار از انتخابات است بنان انتخابات به نیستی یک اصل در نظر گرفته شد و اصلاحات جرفا بازوتری فرصت سرش کار کرده. و زمانی که شما اشاره کردین که اراده سیاسی وجود نداره برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان، حالا فکر میکنین که کمیسیون هم که تشکیل میشه چقدر دست باز داره که بتونه صلاحیتی رو داشته باشه که واقعا آزادانه تصمیم بگیره و در مورد که واقعا اصلاحات به اصلاحات نیاز است در اون مورد اصلاحات به وجود بیاره. زمانی که شما هم اشاره کردین که تصمیم آخری را باز هم رسای حکومت میگیرن. بالکل. سرهی کمیسیونی را که نظر به فرمان ش ایجاد شد ما هم سر از یک سلسله نقطه های خود پیشنهادات خود داشتیم اول خو حدود صلاحیت ها برای کمیسیون دادن شده صرف یک کمیسیون مشورتی است که پیشنهادات آماده نمی کنه که متاسفانه اگر این کمیسیون صد تا سر پیشنهادات کار کنه خو پیشنهادات قبلا نهادهای مختلف ما هم پیشنهادات خود دادیم برای اصلاحات انتخاباتی اتحادیه اروپا هم دادن سایر نهادها هم دادن. پس چی نیاز به تشکیل از کمیسیون بود و در پلی از وقتی که کمیسیون بررسی خود انجام میده صرف پیشنهاد اومده میکنه برای اجرای بالاخره اجرای جمهور رئیس جمهور تصمیم میگیره پس این کمیسیون هیچ نو صلاحیتی یعنی نداره ما خواست ما است که وقتی که در صورتی که رئیس کمیسیون دست اختلاف است و رئیس جدید تعیین میشه فرمان تغییر میکن در نتیجه فرمان باید از یک در صلاحیت ها برای از این کمیسیون داده شود و این کمیسیون باید از تا آخر موارد را که پیدا میکنه باید پیگیری کنه که واقعا تطبیق میشه او موارد یا خیر و در پالی از او زمینه نظارت نظارت های بیترف و از کارکارت های زی کمیسیون هم لا. مساعد باشد تا ای که مردم و همچون رسانه های وقت فوقتا در جریان باشند کنا چین و اصلاحات در این نظام میره و, و کار دیگه که اصلا اما چی شما دست مثلا توزیع تذکرای الکترونیکی واضح است که ما شاید بر انتخابات پارلمانی نتونیم تکمیل کنیم حداقل ما این کار شروع کنیم یک بخشی از مردم میتونه که از این کار کارت‌های الکترونیکی بگیرند یک بخشی از کشور میتونه که حداقل امور رایده نای واقعیش تعیین شود اما متاسفانه دی ما به قسم گفتم اراده سیاسی برای یک انتخابات شفاف وجود نداره به این منظور حتی اینی پروسه تذکره الکترونیکی که نه تا کارمنداش استخدام شده بودجهش وجود داره تمام کارهایش آماده شده اما کس آغاز نمیکنه و در این چقدر جا نقش جامعه جهانی هم میتونه موثر باشه شما هم در گزارش شما کردین که باید ترغیب بکنن رهبران دو کش... اجرایی و که واقعا بتونن یک اصلاحات جرف در نظام انتخاباتی افغانستان با وجود بیارن چقدر واقعا میتونن که نقش جامعه جهانی هم کمک کنن در این راستا ببینین حکومت وعدت ملی فرایند یک توافق سیاسی است که در او توافق سیاسی نقش جامعه بین الملی بیشتر بوده یعنی جامعه بین ملی بیشتر در او نقش داشته و او تعهدات وقتی که در سپرده حکومت وعدت ملی به جامعه جهانی و جامعه جهانی هم در نتنو توافقات در کفران لندن هم تعهدات افغانستان تطبیق تعهدات افغانستان اما پیش شرط برای حمایت های مالی خود کرده و ما تا جایی که میفهمیم که در حدود 50 درصد تا بودجه عادی خود تنها ما از منابع داخلی داریم نگا تماما هم بودجه عادی و هم بودجه انکشافی ما از منابع خارجی تنویل میشه بنا جامعه جهانی هم باید که اونا تو تعهدی که بر مردم افغانستان هم کردن در کنفرانس لندن که تا وقتی که حکومت وحدت ملی تعهدات خود در قبال امو مواد توافقات سیاسی تکمیل و عملی نکنن اونا کمک های خود انجام نیتن که وقتی کمک خود انجام نیتن مردم افغانستان متضرر شان و نظام سیاسی افغانستان تمام منتظر میشه که جامعه جهانی نقش بسیار ارزنده هستند در پلوی نقش جامعه جهانی و نقش نهادهای جامعه مدنی نهادهایی که در این راستا مشوره میتن حالا فکر میکنین که حتی بسیاری از کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم میگن که بگذارین ما کار ما رو آغاز بکنیم و نظر به کار ما قضاوت بکنیم و قضاوت هم که در مورد این کمیسیون میشه پیش از وقت است واقعا فکر میکنین که بگذاریم تا این کمیسیون کارش آغاز بکنه و بعد از اون در موردش قضاوت کرد؟ ببینید در رابطه با کارکردش خوازی است که بعد قضاوت ها میشه اما خلاهایی که فعلا در ساختار دیکومیسون، در ترزلمل کاری دیکومیسون، در امو زمان کاریشان و در شیوه کاریشان وجود داره ای گپ هایی است که باید پیش از پیش گفته شود علاج واقعه را باید پیش از وقوعش کنیم ما مثلا در انتخابات قبلی هم ما عذاب سیاسی او جامعه مدنی شما شاهد هستین که یک اعلامیه مشترک 58 فقره ای را برای تمام نهادها چی کرد که اصلاحات در نظام انتخاباتی به هم به او توجه نشد بالاخره انتخابات به بوران رفت یعنی علاج واقعا باید پیش از واقع شود سپاسگزارم خیلی تشکر آقای تمیم ازغری مسئول برنامه‌های فیفا برای بحث بیشتر به ما بودن خیلی تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بنامه خدا و باز هم خوش آمدین در ادامه برنامه آغاز روز در رابطه به این بحث می کنیم که مخالفان مسلح دولت صبح روز جمعه حملاتشان را بالای ولایت سرپل آغاز کردند که در این حملات نیروهای کمکی بیشتر به صحه فرستاده شد که باعث به شدن دشمن در صحه گردید قابل ذکر است که نخستین بار نیست که ولایت سرپل هدف حملات گسترده گروه حراس قرار می گیرد سالهای گذشته نیز این ولایت شاهد حملات بوده است برای بحث بیشتر در رابطه با این موضوع آقای سید محمد حسن شریفی بلخ... بلخابی نماینده مردم سرپل در مجلس نمایندگان با ما در استدیو هستند آقای بلخابی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین خوش باشید در آغاز اگر بگین که جزیات بیشتر حمله گروه حراس افگران بالای ورایت سرپل از چه قرار است تشکر بر سلام و معذر شما و بینندگان تلویزیون شما و صبح خیر به همه هموطنان مقصد مردمی بیچاره و مظلوم و درگیر جنگ سرپول در ولایت سریپول از یک سال به ای طرف حملات مخالفین شدید شده و نقاط مختلف اونا تحت تصرف خود قرار داده اما رقمی که شما در جریان هستین دیروز در ولایت سریپول بیش از شش نقطه جریان داشت سه نقطه در ولسوالی کوشسانات بود یک نقطه هم در ولسوالی سمچارک بود و سه نقطه در مرکزی ولایت سری پول بود در شرق مرکزی سری پول و به نام اپردی یاد یک پسته است که بسیار نزدیک به ولاد بود و این چیز سید آباد میگه این چیز امام جعفر میگه این چیز تپه میگه مسیری روی که طرفی از سری پول طرفی جوزجان میره در این نقاط جنگ جریان داشت فضل خدا با عزت و تانمندی نیروهای پلیس و اردو و امنیتی ما شما توانستن که دیگه ای سنگری پردی اونا چکست بخوره و اونا طرفات هم داشتن زایرن ولی این نقطه اساسی در اینجا هست که متاسفانه در ولایت پول نسبت به یک سال شش ماه قبل تحرکات مخالفین بسیار بیشتر شده و ساحات زیاد رینا پوشش داده برای خودشان مثلا در ولسوالی کویسانات غیر از مرکز ولسوالی دیگه مربوطات و اطراف از تقریبا به دست مخالفین است و در اطراف این مرکز ولسوالی هم اینا اون بالاها و سرای کوره گرفتن و احتمال از که باز اونها یک حمله شدیدی دیگه بکنن برای مرکزی ولسوالی کویسانات و این چیز در ولسوالی سنچارک مناطق زیادی را حوقاف میگه در زمچی میگه زنجان میگه میرخم اینجا رو بالاخره گرفتن و همین رقم مستقیم به مرکزی ولسوالی سنچارک است و در مربوطات خود مرکزی ولسوالی در لطی، بلغلی، در شرما، خارزار، خاردار و برقطات شیرما نیمدان و هاین چیز پاینکین ولایت سریپول از کمربند که می برایه مهم. یعنی از اینکه می برای منطقه سید آباد میگه از این سید آباد هم باز متصل میشه به امام جعفر میگه تپه میگه تا مرزی بین جوزجان و سریپول اینجا تسلط مخالفین است و وضعیت مخالفین ترکاتشان بیشتر شده متاسفانه نیروهایی که yeah آه آه اه حکومت در اونجا داره نسبت به کویستانی بودنی منطقه <applause> نسبت به که بعد اینا جنگ منظم بکنن و کلی نقاط حفظ بکنن این نیرو کفایت نمیکنه ولی زا یعنی مشکل روز به روز زیاد میشه حال اگر بر چگونگی نفوذی گروه حراس <تصف> افغانان چون شما شما که یادآوری کردین در ساحات مختلف ولایت سرپل و یا در مرز بیان سرپل و جوزجان قرار گرفتن فکر میکنین علت و چگونگی نفوذی گروه در چه شما این تحرکات بیشتر نفوذ بیشتر و تسلطی از اینا در برخی از مناطق ای داره. این عوامل بسیار گوناگون دارند اول اینکه شما ببینید چون سری پول یک ولایت کوهستانی است یک جغرافیای متفاوت داره ولی زاد در اینجا بیشتر میتونه مخالفین با با هزینه کم با نیروی کم یک تهدید خوبی به حساب بیاید و از طرف دیگه یک نقطه مرکزی است این طرف به جوزجان او طرف به فاریاب و این طرف هم به بلخ <تصفح> <تصفح> و یک نقطه مرکزی و کویسونیست این خود عامل است که طالبان در اینجا سرمایه گذاری بکنه و اونجا را داشته باشه به با عنوان یک مرکز قوی یک موضوع دوم بیکاری نبود کار فقر و ناداری مردم به سرحتی میرسانه که اون یک بچه یا یک مرد خانواده به خاطر تامین نانی ناگزیر است که خود به مخالفین مبارزه تا از اونجا یک تامین معیشت بکنه دو سوم خدمت شما ارز کنیم که عدم اماهنگی در بین درون نیروها و, 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 سهلنگاری وجود داره و چهارمی که تشکیل پلیس ما و تشکیل اردوی ما و امنیت ما در ولایت سریپول بسیار کم هسته مم. یعنی در آن واید یعنی در سریپول بعد بیش از صد نقطه را پلیس حفظ بکنه یعنی اونجا موجودیت داشته دیروز در همی جنگی که به اپردی شد شما ببینید در اینجا دیگه یعنی از دیگه پوسته نمیتونید که به اینو کمک بیا در اونجا بیا بعد از یک ساعت زد و خورد باز اردو رسیده در اونجا که باز به با کمک پلیس رسید نشکست شکست خورده میخوایم <applause> بگم که تشکیل پلیس و در مجموع امنیتی ما و شما کم هسته یعنی این تشکیلی که فعلا در ولی سرپول به اجواز نمیتونه که اینا بالاخره نقاطی را بگیره باز حفظ بکنه برای که کم است و اینا چون یک جنگ منظمه او طرف که از پارتیزانی و چریکی سنه این نقطه میان باز اعلام میکنه نقطه میان و بالاخره یک آشوب می چیز میکنه ولی از این طرف <applause> باید اینا منظم پیش بره و هر جایی که میگیره باید یک پوسته داشته باشه و این نیروی ای کمی که ما در داریم این توانه نداره این خب چهار میکنین بنابر چه دلیل نیروهای کم در اونجا گماشته شده خب ما با وجود بار... که اینکه دیده میشه که جنگ ما در اونجا بار بار به با سرپرست وزارت دفاع به وزیر داخله برای رئیس عمومی امنیت به اینا بسیار جدی صحبت کردیم دیر صحبت کرد روز چهارشنبه صحبت کردیم و اینا میگه خب ما در مجموع مشکل داریم یعنی در مجموع افغانستان ما یه یعنی نمی این یعنی نمی سقفی تشکیل ما سه ما اینه نمیتونیم دیگه توان نداریم که بیشتر بکنیم در حالی که نه ای به ما به شما تو میخوام عرض بکنم و سکتور امنیتی بوش نه اگر حکومت مرکزی وزارت دفاع امنیت و داخل توجهی خاص نکنن و اون نیرویی که خوب جان میکن خوب مقاومت میکنه بچه‌ای که در اونجا هست ما میکنیم ولی این نیرو کفاف نمیکنن اگر توجه بیشتر نکنن و تشکیل بالا نبرن یک مقدار تکمیل و تجهیز نکنن اونا را به نظر ما اینا مشکل هست که این نقاط حفظ بکنن چرا رسد که اینا آ آ آ چیز بکنن آ آ آ آ عملات تصفیوی شروع بکنن و نقاط مختلف برای که ساعت بسیار زیادی هست و کل از اون نمیتونه اینا با این نیرو تحت کنترل داشته باشه بلی ممکنه بروند و مخالفین عقب نشینی بکنه نقطه یک روز دو روز بگیره باز وقتی این نیرو که برگشت دو مرتبه باز ای صاحب دستی مخالفین میفته پس اینی عواملی است که شما اشاره کردین که و اینی عواملی است که باعثی روز به روز تحرکات بیشتر مخالف میشه و فعلا مردم سریپول مسئولیت جانی ندارن راه ها قطع است از مرکز سریپول به سوزمقله اما از مرکز سریپول به سانچارک از سانچارک به اول سالی بلخواب شما شنیدین چندی قبل نون تن از مردم غریب بیشاره را گرفتن بسیار با وساطت مردم و مسافیدا و وکیلا اینا راه شد امالی رای بلخاب و سنچارک به کلی بند است <متصف> و مردم نمیتونه یک مریض یک مریضی که عاجل است اینه برسونه به مرکز سر تا حال در این خصوص دولت, دولت ها اقدام جدی داشته هیچ گونه در خدمت نداشته ما بار بار تقاضا کردیم مردم فریاد زدن اگر دولت خودش نیرو نداره ما را اکمال کن خودمان ما امنیت خود میگیریم ما مسیری را, را خودمون تامین امنیت میکنیم ما ایتوان داریم ما هم کسانی هستیم که ولایت سرپل در گذشته تنها جایی بود که در برابر این گروه طالب مقاومت کرد ولی زم مردم همو شهامت و شجاعت داره ولی به طرف دولت نگاه میکنه دولت هم نه اکمال میکنه نه تجهیز میکنه نه او تحکیم ثبات میگه یا خیزش مردمی قبلا میگفت به او توجه نمیکنه وضع در مجموع شکننده هست در مجموع سرپل و نقطه نقاط دیگه هم ترکات بیشتر شده یک جای را و... یک ولسوالی رو ولسوالی گسفندی میگفت که همترین جایی بود ده روزا باز در او تپه بلند از او سی نفر جمع شده بیرق مخالف بالا کردن یعنی اگر توجه نکنه گرایش ها بیشتر بشه حال دقیق قریب بخالفین مسلک واضح شده که کدام گروه هست؟ بسیار مشخص است در اولت پول گروه مخالفین یعنی طالب بلد. ولی در درون از و در کنار زینا یک از یک مجموعه خانواده ازبکی هم از شش ماه به طرف آمدین اونجا منسازی دارن، تعلیم تربیت دارن، دعوتگری دارن، جلب و جذب دارن و در اون نقاط وجود داره ولی فعلا فیلن امی فیلنی که جنگ جریان داره و اونجا نامنی تهدید میکنه مردم بحثی مخالفین مسلح این طالب است حال باید به نظر شما دولت باید اقدامات بسیار جدی در این خصوص داشته باشد چون که شما فر بودین که فعلا مردم سرپل در تهدید به سر میبرن پس حالا چی چگونه طرها و برنامه های مشخص وجود داشته باشه تا حداقل میزان و یا گراف نامنی در سرپول کاهش بده سه تا کار و سه نکته بسیار مهم است ام. ما بچه منطقه است بله. وضعیت جغرافیایی و اجتماعی و بافت های اونجا رو خوب میفهم پیشنهاد ما به دولت با سکتورهای امنیتی با وزیر داخله ای است سه کار باید انجام بده یک تشکیل پلیس را بالا ببره ام. و تشکیل پلیس ملی و محله رو بالا ببره و تشکیل اردو در اونجا اضافه شود نظم عامه اضافه شوه این یک رای حل رای حل دومی که در اونجا مستقیما مداخله بکنه حکومت مرکزی و نظارت مستقیم بکنه یعنی تحت اشراف خود بگیره وقتی که یک حمله میشه شما ببینید یک بوسته بعد او تا ادایت میگیره از سری پول و سری پول تا مرکز و تا اونجا یک چیز امانگی دارنه بین سه تا ارگان های امنیتی این یک شبانه روز طول میکشه این پسته یا تسلیم شوه یا اونجری ایلا بکنه دیگه رای دیگه وجود نداره پس این دو نکته دوم که اشراف و نظارت مستقیم بکنه سوم خزشای مردم یا تحکیم صبات که میگه اینه به افرادهایی واگذار بکنه که واقعا متعید سالم در کنار دولت همیشه ثابت کرده که هسته و با آدم های مشکوک و دوواجی ندهن که مثل گذشته چی نفر از سربازان محلی ما با هم امکانات رفتند رفتن چندی قبل شما در جریان هستید که به مخالفین تصمیم شدن مم. یعنی اربکی ما تقریبا 700 اربکی داریم و این 700 اربکی او رقمی که بعد از این استفاده شد استفاده نمیشده نشده پس تحکیم ثبات برنامه جدی بگیره دولت و ایلا منتظر نشینه امروز فردا بکنه احتمال سخوت هم میروه و بحث تشکیل بالا ببره و نظارت قوی داشته باشه از منطقه و هماهنگی جدی بین سکتورهای امنیتی و ایهت رهبری ولاد وجود داشته باشه مم. این نکات را اگر انجام بده خوبه و الا همین لحظه که ما به شما صحبت میکنیم شبا در درون مرکز سری در کنار ولایت قماندانی امنیه مردم مسئولیت نداره اهل لحظه مخالفان میتونه تپا پایین بیا و نفری که میخوای ببره یا بزنم این کار میتونه پس چرا صد به ولسوالی ها چه رسد به قریه ها چه رسد به نقاط اطراف ولی زا مرکز سری پول اطراف چهار اطراف ازی این طرف تا جوز جان این طرف به می های اپردی و شرما و برقطات این طرف هم در سوز مقاله این طرف... یعنی کل ازی مجموعه فعلا یعنی یا مستقیم مخالف وجود داره یا تحت تهدید از رو وجود داره یعنی در اونجا دیگه مردم نمیتونه که با جرأت زندگی بکنه او شو جمع میکنه در یکی خود میگیرن زکات میگیرن و خود تکمیل تمویل میکنن و بسیار برنامه‌هاش منظم هست و اون رقمی که دولت گزارش میتی من این فهم که آ، آ، گزارش استخباراتی و کشفی از ناچه اونا میگه که از 600 بیشتر مخالفین نیست نه در حدود شاید 700 تن مخالفین تنها در ولسوالی کوستانات باشه در حدود 3 400 تنها در بالا در بلغلی و زنجان و کجا و فلان و در مجموعه سوز مقله باشه شاید در حدود 700 یا بالای 700 در این شرما و برقطات و چیز باشه یعنی دست کم نباید بگیره یعنی تصمیم مطابق با واقعیت باشه و یک بار دیگه من از شخص رئیس جمهور و از سکتورهای امنیتی و از وزیر داخله جدا تقاضا میکنم که روز چهارشنبه ما گفتم این رفتم که اگر توجه جدی نکنه امروز و فردا کرده سهلنگاری و تسام و کاری بکنن ممکن است که اینمی فعلا یک مرکز های چند تا اول سالی با مرکز پول به دست دولت است ممکن اینم تا از دست برم بله حال دیده میشه که اول یک رویداد انجام میپذیره و بعدا و یا هم حمله صورت میگیره با مثل ولایت سرپل بعدا دولت دست به اقدام میزنه پس در این صورت فکر میکنین که قبل از این اینکه حمله انجام شده باید چگونه برنامه های وجود داشته باشه چگونه تدابیر وجود داشته باشه که اول اقدام صورت بگیره قبل از این که حمله صورت بگیره باید مهار شوه خب مشکل اساسی به که نیروهای ما در اون حالت دفاعی به خود گرفته <تص> و مخالفین حالت تهاجمی بله. اصل بحث همی هست بسیار نکته ولی زاد دولت سکتور امنیتی ما ایت رهبری ولد و قبل از که تحرکات مخالفین بالای پوستای از در مربوطات مرکزی سریپول و ولسوالی ها را اینا باید تحرک داشته باشه یعنی اینا باید جلوگیری کنه اینا باید پیشگیری بکنه و اینا باید استخبارات و کشفی از اینا پیش آ پیش اینا اخبار بکنه تا اینا بتونه اونجا نرو جاگزینی بکنه ولی از یکی از دلایلی که میگم توجه جدی وجود نداره از حکومت مرکزی تا ایت محلی ولایت پول همین نقطه است اینا دیس روی دیس مینشینه وقتی که با, با, با دو کیلومتری سه کیلومتری اولاد از سر و تپا مخالفین می باز اینا میره فقط اونجا دفاع میکنه این رویه مردم تاسف میکنه روی مخالفین بالا میبره این اما استراتژی جنگ واقعا نزدی زیر سوال میبره ولی زا بعد اینا قبل از اینکه اونها تحرکات نشون میده اینا بعد بکوبه موضوع مخالفین جلوشی بگیره بعد این اونها بعد چیز بکنه و لیزا نظارت قوی و اشراف قوی میخواد و امو تشکیل بالا ببرن و یک مقدار واقعا تکمیل و تجهیز و اکمال بکنه در قسمت و واقعا وضعیت در شمال صفات شمال خیلی خوب نیست عین مشکل در جوزجان است عین مشکل در فاریاب است و این سه ولاد باز بسیار از کویسانی با هم نزدیک هستند و بسیار یک نقطه مهم است برای مخالفین ولایت سرپور خب حالا آنچنان رو شما فرمودین که تهدیدات امنیتی بیشتر شده در صفحات شمال و قسمی که گفته شده نسبت به سمت جنوب بیشتر شده در سمت شمال فکر میکنن که علتی موضوع در چه میتونه باشه بسیار مشخص و, و روشن است ما این قبل از یک سال پیش بینی <متحد> از این داشتیم به مصاحبه خود به کل تلویزیون گفتیم به مطبوعات گفتیم به گوش امنیت رساندیم و هسته که شما ببینین میخوان که جغرافیای جنگ فرق بکنه این به دست <متحد> استخبارات جهانی و منطقه‌ای است که از جنوب و جنوب غرب و جنوب شرق به طرف شمال و شمال شرق ببرند تا او بحثی قدرت های منطقه که فشار روی روسیه بیاید روی چین بیاید و آیسای سبی لخری مباعث مطرح شد این چیز بسیار مشخص است در اینجا استخبارات جهانی دست دارید به اینجا به ای ما آمریکا مشخصا دست داره قدرت های دیگر دست دارد و بحث بحث قدرت های منطقه است و نمیخوای آمریکا و شرقی ها که قدرت های در حال ظهور غربی ها قدرت های در حال ظهور شرکه ها مثل چین مثل روسیه مثل هین مثل ایران اینا توانمندی پیدا بکنه به شکل اونا میخوان نامنی را به این نقاط بکشن یک مورد شمی هست که در شمال کشور به خاطر تهدید بالی آسیایی میانه و گلوگای روس اینا بگیرن فشار بکن و اینا بحث های بسیار ها مهم منطقی است و ما امروز قربانی میتیم حال شما گفتین که در ولایت سرپل در نقطه‌ای که حمله صورت گرفته بود تعداد نیروهای نظامی افغان کمتر در اون جریده بود، پس زمانی که نیروهای نظامی افغان در اونجا فرستاده شد و عملیات را انجام دادن فکر میکنین که این عملیات چقدر موثر و فراگیر بوده در اونجا عملیات در حدی که دفاع بکنه خوب است بچه‌ها که رویت داره واقعا در اونجا خوب تلاش میکنن و موجه یک عامل امنیت داریم ما که شاید دو ما شده که در خود سری پول نباشه مم. همیشه به سنگر بوده در شرما بوده خارزار بوده برقطات بوده جای دیگه بوده و هر جای بوده ولی زا بحث در اینجا است که در قسمت یعنی اینا با ای برخورد نمیتونن شهر حفظ کنن اینا آلت تهاجمی داشته باشه آلت بسیار بالاخره پیشرفت داشته باشه و یک نظری دیگه که من دارم و با جنگ منظم ما نمیتونیم کلی ساعت حفظ بکنیم بعد اینا یک جنگای کماندویی داشته باشن که بتونن در قلب مخالفین برن و اونجا صدمه وارد بکنن تا اینکه روی از ناکوبه از این ابزار اگر استفاده نکنن به این وضعیتی که فعلا هست ما امیدوار نیستم من نمیخوام روی مردم خود بشکنم ولی آینده را ما بسیار بد میبینم بد پیش بینی میکنم سپاسگزارم از حضورتون در برنامه آقای سید محمد حسن شریفی بلخابی نماینده مردم سرپل در مجلس نمایندگان و برینده های ارجمند پس از یک وقفه کوتا آغاز روز ادامه دارد هم خوش آمدین وزارت امور داخله میگوید نیروهای نظامی در تمام عملیات پیروز بودند و برای عملیات نظامی در بهار پیشرو آمادگی کامل دارند برای بحث بیشتر در رابطه با این موضوع آقای جنرال زلمه وردک آگاه امور نظامی با ما در استدیو هستند آقای وردک سلام بر شما و بسیار خوش آمدین ممنون شما. در آغاز اگر بگویین که آمادگی های نیروهای نظامی افغان تا چه حد میتونه باشه در برا... تا بالاخره برزمن در برابر گروه های هراز افغان در افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم در قدم نخواست به شما و امکاران تخنیکی تلویزیون تان و از طریق تلویزیون شما و ملتی در دیده و رنجیده افغانستان سلام و تمانیات نگه خود تقدیم میکنم ولی شما بهتر معلوم است که افغانستان سی و سال میشن که در آتش جنگ می و تجربه سی و هفت ساله باید قوت های امنیتی از تجربات سابقه آموخته باشن و آینده ها رو باید تدابیر شد داشته باشند اگر چه ما می که افغانستان امروز با مشکلات بسیار بزرگ مواجه هستند قوات های امنیتی ما به شکل که ضرورت است مجهز و تجهیز نیستند درست است که ما از نگاه کمیت در حدود 350 هزار افراد در بخش های امنیتی داریم اما اگر از نگاه کیفیت بگیم بنگریم افغانستان قوات های نظامی افغانستان ضعیفترین قوت های امنیتی منطقه نه بلکه سطح جهان هستند چرا وسایل و تجهیزات را که ضرورت هستند در شرایط فعلی کنونی که افغانستان با مشکلات های بیرونی و داخلی مواجه هستند در دسترس ندارند همی خاطر هستند که شما میبینید که قربانی های زیادتر را آنها متحمل میشن از جانب دیگر، در حکومت آقای حامد کرزای در طول ده سال که آقای حامد کرزی حکومت کردن و اساس هم گرایی و روابط اشخاص را آوردن در بخش امنیتی که به اسلام مستقی نمودن تجربه نداشتن بنان این هم یک مشکلات بسیار بزرگ را مواجه ساختن به مثال ما مرتان میگم بدخشان که یکی از ولایات است یک واسه مملکت بیرونی سرحد دارن همچنان مخالفین دولت کوشش میکنن که نقاط را تحت تاثیر خود داشته باشن تا از اینجا بتانن که نقاط دیگر را در زیر پوشش خود داشته باشن و طور مثال یعنی سمت منطقه شمال همی بدخشان هستند که منطقه شمال هم نارام ساختن اما نسبت به از که چون اشخاص و مسلکی و تجربه قرار نناشتن یک اندکی که در کوچکترین جزء تام نظامی هستند در اونجا اونها قرار داده بودند در صورتی که در منطقه یا لوا یا یک فرقه ضرورت هستند که در اونجا باشند تا بتانند که از مشکلات هایی که از بیرون مواجه افغانستان هستند و همچنان در داخل افغانستان هستند بتانند که مدافعه کرده بتانند یا دفتر کرده بتانند بنان و های امنیتی ما درست هستند که تدابیر خارجی ما میبینن که امروز به نام داعش یک پروگرام سلسله جدید به داخل افغانستان سرازیر شدند که در اینجا لشکر جمعی میکنند به اسلام افراد را که بیچاره که به اساس نداشتن قانونی که در افغانستان موجودیت ندار قانون در پا میشن حق به حق نمیرسند بین تو گروپ ها میپیوندند دیروز ما از طریق رسانه ها دیدم که حتی افغان های ما در سوریه داخل جنگ استن. در لیبیا داخل جنگ هستند زمانه که پرسان کردن که چرا گفت بیکاری و ناچاری و در بدری و حقوق به ما رسیده نمیشه مجبور مکلف هستیم در اونجا جنگ کنیم بنان مشکلات بسیار بسار بزرگ مواجه افغانستان هستند امید هستن که کسانی که در راست دولت قرار دارن کسانی که در چرخش دولت قرار دارن اونها متوجه نقاط مهمی را که افغانستان به خطرهای بسیار بزرگ مواجه می سازند متوجه شما نما برتان یک نقطه را برتان تشریح میکنم که تقریبا هفت سال پیش بدن که آقای امرالله صالح گفتن که چل هزار پنجصد چند نفر تمام مخالفین دولت هستند با اونمو سی نیم لک نظامی که خود افغان ها داشتن در حدود یک لک هزار اساکر خارجی دوستای خارجی بودن که در اینجا با تمام سلاح و تجهیزات مجهز مکمل که داشتن موجودیت داشتن اما دیدیم که افغانستان امروز در تمام افغانستان در شوله آتش جنگ می سوزن. یعنی مخالفین در اونجا قرار دارن بنا تدابیر را گرفته بتانن که بتانن اونجا را به سراب پاکسازی بسازن و دفع ترک کرده بتانن و مردم مواجه مشکلات نشن. آقای وردک میخوام میره بپرسم که در حال حاضر گفته میشه که گروه، حملات گروه حراس بیشتر از سمت جنوب زیادتر شدن به سمت شمال. علتی موضوع شما در چه میدونه؟ ببینند با آمدن مرور زمان و تاریخ فعلی سیستم شرایط تکتیک جنگ تغییر میکنم بله. جنگ جنگ افغان ها که افغان ها در مابین خود جنگ داشته باشن یک جنگ تحمیل شده است که خود رئیس به جمهور آقای داکتر سبا شرفخانی هم میره اقرار کردن جنگ بالای ما تحمیل شده یعنی جنگ از طرف بیرون آورده شده و یا جنگ از طرف بیرون بالای ما تحمیل شده به خاطر هستن کسانی که در اینجا رقابت دارند در اینجا میخواهند که میدان رقابت خود باید با تکمیل بسازند به هدف برسانند امروز جنگ از جنوب گرفتن به طرف شمال بردن چرا که <تصفح> استراتژی های رکبر قدرت ها دارن میخواین خود به استراتژی ها برسانن شما امروز میبینین که روسیه افغانش هم بالا با، با شدن که میگن که اگر داعش در افغانستان مستقر شان برای طرف منطقه روسیه هم خطر بسیار بزرگ مو، مواجه هستن چین هم از این راست دارن که دیدن که که پاکستان به اصطلاح ما فقط نامی به امضا رساندن که در مقابل مبارزه با هر سطحی باید اونها جدی قدم های خدا بردارن تغییر تکتیک یا تغییر مسیر به خاطر ازی هستن که تاثیر خود داشته باشند چرا جنگ ابر قدرت هاست جنگ استخبارات منطقه است که ابزار ابر قدرت ها در اینجا قرار دارند به خاطر هستن که جنگ از جنوب به طرف سمت شمال کشند حال فکر میکنین که با در نظر داشته که تجهیزات و تحصیلات که در حال حاضر نیروهای نظامی افغان در دست دارند فکر میکنین که در مبارزه با گروه های حراس افغان مبارزشان فراگیر گسترده باشد؟ اگر در تکتیک های قبلی خود، در عمل های قبلی خود تغییرات به وجود آورده باشند یا یعنی امهانگی در بین سیب ارگان های نظامی موجودیت پیدا کنند و به شکلی که شاید باید ضرور استن که مسئولیت پذیری در شان پیدا شوند یعنی کار به اهل کار سپرده شوند ملکل میتونن و اگر باز هم به با ماساس اساس مسئلتگرایی و روابط کارها پیش برن مثل که در طول 13 سال در چشم مردم خاک انداختن که ما قوی هستیم فلان هستیم میبینین در 2004 جنگ قاچاق مواد مخدر در هلمند آغاز شد که نه جنگ سیاسی بود جنگ قاچاق مواد مخدر بودن اما همی جنگ گرفتن به جنگ سیاسی تبدیل کردن بالاخره آیستا آیستا و نمو جنگ بعد از 2004 تمام افغانستان فراگیر شدن افغانستان گرفتن منان اگر اینها گفتار که دارن در عمل پیاده کنن عمل جانشین ازو بسازن بلکل میتر. چرا مردم افغانستان شاهمت دارن مردم افغانستان بسیار در طول تاریخ همیشه قربانی دادن محافظت تزی خاک کردن اما قربانی رو برای را دادن استفادهش پیشان شده استعمال شدن در بدر شدن به از خاک در بدری و بیچارگی برای مردم افغانستان هیچ چیز نمودن شما اگر تاریخ مطالعه کنین چی جنگایی که با انگلیس صورت گرفتن چی جنگایی که با اتحاد جماهیر شوروی سابقه صورت گرفتن و چی جنگایی که امروز صورت میگیرن بنان حاصلیشن نمیبینن که غیر در بدری بن مردم افغانستان دیگر هیچ چیز حاصل رو به بنابراین اگر اونها واقعا مسیر سابقه را تغییر داده باشند یعنی روش از قبلی را تغییر داده باشند میدانم که مردم افغانستان از خاک خود دفاع کنند به شرطی که اما وحدت ملی واقعی در داخل افغانستان به وجود بین واقعا مردم خود افغان بدانن واقعا سرتی مر... مملکت دل خود بسوزند. واقعا گفتارهایی را که میکنن وعدهای را که به ملت مردم میکنن او را عملی بسازند حس همه مهمتر تطبیق قانون است هر از همه مهمتر قوی کردن قانون اساسی زمانی که خود بزرگا قانون تحت پا میکنند، زیر پا میکنند، قانون صرف بر بیچاره مسکین باشن این وطن از این مشکلات نجات پیدا نخواهد در سابق بیشتر مردم که تهدید میشد از گروه طالبان بود ولی گروه نو ظهور دیگه که به نام داعش از فعلا هم تهدید میکنه مردم افغانستان هست. برای این مسئله فکر می که چگونه اقدامات و برنامه های وجود داشته باشد تا یک مبارزه فراگیر گسترده با گروه داعش افغانستان هم داشته باشه ببینید من بر برتانی میگم که اگر هماهنگی در محاوه بنیادهای یعنی منیادهای دولتی به وجود آمد سه ارگان که قضایه هستن به اصطلاح اجرا هستن و قانونی هستند اولا میاد هماهنگی در مین از اونها بوجود به وجود در قدم دوم خود قوت های نظامی که به شکل سابقن کدام مشکلات را که داشتن یا کدام خالیگه های را داشتن اونها را اونیا پر بکنن و توجه خاص خود در مقابل او بگیرن بنان میتونن که در مقابل گروپ های مختلفی که در داخل افغانستان هستند تنها گروپ دایش و گروپ طالب نیستند در افغانستان در یک ولایت کنر در ولایت وردک ما تقریبا 104 گروه مخالف تحت این مختلفی در اونجا فعالیت دارن مافیا که خطرناکترین ام از گروپ تایش است و هم از گروه طالب کرده فعالیت ها در داخل افغانستان بسیار قوی هستند منان قدرت امروز در دست مافیا هستند که شما میبینید که افغانستان به بدنامترین نام در سطح جهان به اصطلاح نشان دادن و می که سربراه های ما که در راسی حکومت قرار دارن اولا اتحاد و توافق در بامین خود به وجود بیارن بعد از قانون ما برتان میگم که از همه مهمتر قانون است زمان که قانون حاکم شد حق به حقدار رسید کار به جوانا پیدا شد غم جوانا خورده شد مثل که دکتر سبش رفخانی گفتن که ما در طرف شش ماه در سر سفره مردم بیچاره غریب افغانستان نان پیدا میکنم زمانی که نان پیدا نشد در سر سفره مردم غریب بیچاره و در بدر این مشکلات ها خاطر ادامت خاطر داشته باشن و اگر قانون تطبیق شد حق دار برسن بعد از این شاله میبینین که افغانستان به طرف آسایش آرامش میرن و ای مشکلات آیست آیست رو به کاش پیدا میرن بله آقای در کنار ای موضوع ایران همچنان تعهد کرده که در مبارزه مشترک با افغانستان به خاطر مبارزه کردن با گروه داعش هم استفاده میشه این موضوع رو شما چقدر میتونین که مؤثر باشه به خاطر مبارزه با گروه داعش ببینین افغانستان امروز در یک منجلاب و مشکلات بسیار بزرگ قرار دارند واقعا افغانستان بدون همکاری همسایه های خود که با آنها هم نظر و هم تفکر نباشند بسیار مشکل هستند که افغانستان از این مرحله بگذرند شما میبینید که مشکلات هایی که در افغانستان امروز مواجه هستند در قدم اول از طرف خود همسایه ها مواجه هستند اگر هم ها گفتارهایی را که میکنن واقعا در گفتارهای خود صادق باشن هم خودشان آرام می باشن و هم خود افغانستان آرام می باشن و اگر نه باز هم سیاست های دو دوگانه را بازی کنن مثل سیاست های دوگانه که در طول تاریخ به با افغانستان بازی شدن باز هم هم خود از اونها در مشکلات خواد گرفتار باشن، و هم افغانستان در مشکلات قرار خواهد بله، حال به خاطر تامین کردن وضع امنیتی وزارت داخل و یا هم در کل نیروهای امنیتی خواستار حمایت مردم ازشان می باشه فکر می که مردم چگونه می تو از نیروهای امنیتی افغان حمایت بکنن هر چیز مربوط به خود ما هست <applause> زمانی که ما فاصله از مردم خود می گیریم قانون تطبیق نمی کنیم حق بقدار نمی رسانیم به استنا به اساس روابط مسلط گرایی کارهای خود پیش ببریم هیچ وقت ملت با دولت یکجا شده نمی تانن. و اگر قانون حاکمیت پیدا کنه حق به حق حقوق مردم مظلوم بیچاره ای که از طرف ظالما و مردمانی که زورمند هستند تحت پاشدن زیر پاشدن اونها به اونها برسند ملت خود به خود, می دولت خود تقویت میکنند در هر مملکت جهانی که ملت پشتیبان دولت نباشن، اون مملکت از هم پاشیده و در بدر میشن بنان ضرورت هستند که ملت وابسته به حکومت باشن و حکومت غمخور خدمتگار ملت باید باشن تا او مملکت بتانه که از مشکلات های مواجه از اونها را رفت کرده بتانند ببینید بی افغانستان همیشه به شاخه های مختلف به نام های مختلف از هم پاشیده شده تا مردم از اینجا اتحاد اتفاق نداشته باشند تا کسانی که استراتژی دارند تا کسانی که اهداف شوم خود در داخل افغانستان دارند او را به سر برسانند بنا اینمی ب... نا... موجودیت وحدت ملی در داخل افغانستان افغانستان در, در طول تاریخ به بی این بیشتر رساندن ما درست هستم که وحدت ملی در مقابل بهنگانه ها داشتیم اگر جنگ استقلال بود اگر اسکندر بود اگر چنگیز بود اگر اتحاد جماهیر شوروی سابقه بودن هر خارجی که به افغانستان تهاجم کردن ما یک وحدت ملی احساساتی ام وقت زمان به وجود آوردیم و بالاخره موفق شدیم اما زمانی که موفقیت به دست آوردیم باز هم از دست ام, 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 ام کسانی که مغرض به افغانستان بودن میخواستن افغانستان از هم بپاشند در مابین ما دانه های به پاشیدن به نام زبان به نام قوم به نام مذهب به نام سیاست به نام هر چیزی که بودن مردم افغانستان از هم جدا کردن و افغانستان به حالت آوردن منان ضروریت مبرمی که در دا افغانستان دارن وحدت ملی واقعی هستن و کسانی که در راست حکومت قرار دارن خدمتگار واقعی باشن نه خود بادار فکر کنن چرا در افغانستان یک خصلت عادت دارن پیش از که به حاکمیت برسن خدمتگار غلام به اصطلاح رفیق دوست هر چیز می باشن زمانی که یک موقف کلان قرار گرفتن باز نه خدمتگار هستند، نه دوست هستند، نه کدام چیز دیگه هستند بعد فکر دیگه شروع میکنن این میلت است که افغانستان خراب کردن اگر خود واقعا خدمتگار مردم بدانن واقعا در بخور ملت بدانن به منافع ملی کشور فکر کنن افغانستان از این مشکلات ها من نجات پیدا میکنه حال گفتم شاقی ورده که با فصل بهار فصل می فصل جنگ در افغانستان شروع و گروه هر افغان فعالیتشان بیشتر می سازه در کشور فکر می کنین بخاطر سازگی چنین حملات گروه های هر افغان در کشور چگونه طرح و برنامه های مشخص باید وجود داشته باشه در قدم اول کشف استخبارات مم. که رگ حساسی خود قوت نظامی افغانستان هستند باید تو تقویه باشن مم. صادق باشن فعال باشن زمانی که کشف فعال بود قوی بود صادق بود هر پلان و که گرفته میشه او دفت ترت کرده شده میتونه این مهمترین نقطه اساسی است اگر کشفتان ضعیف باشه امه. کشفتان صادق نباشه کشفتان واقعا فعالیت نکنن اینه مت مشکلات ها به وجود میان مردم مردم بیشاره و مسلوم و در بدر قربانی میتن امه. شما من حادثه جلال آباد یک نفر از کسانی که در حاکمیت قرار دارن یا یک نفر پول که واقعا زورمند و پول دار باشن از بین نرفتن کی از بین رفتن؟ همو بیچاره ای که به خاطر چند روپه ماش آمده بودن پشت بانک یا همو بیچاره ای که به خاطر کار مزدوری آمده بودن مزدوری میکردن اونها از بین رفتن بنابراین کشف در قدم اول بسیار ضرور است در قدم دوم قطعات نظامی که امنیت ملیس، اردوی ملیس و پلیس ملیستان دن همه داشته باشند به اسطلاح آماده و آماده باش باشند تدابیر و پلان های قوی را داشته باشند در اون صورت که این مسائل دفع کرده باشند در غیر از او با مشکلات های بزرگ مواجه خواهد شد باشن. سپاس گزارم از حضورتان در برنامه آقای جنرال زلمه وردک آگاه امور نظامی و بیننده های ارجمند برنامه آغاز روز هم در همینجا جا با پایان رسید تا برنامه دیگر خداوند نگهدار